با نام خدا شروع میکنیم. موضوعی که امروز اهم مطالبی که میتونیم خدمتتون ارائه کنیم اینه که بتونیده تو شرایط ویژه چه تمهیدات رو شما باید در نظر بگیرید. حالا چی تو هوای گرم، چی تو هوای سرد، اگر که بتونیده زیر آب هم داره که باید ببینیم که تو کجا رو اشاره کرده. بیشتر اومده تو بحث هوای گرم گفته. توی هوای گرم کلاً چه اتفاقاتی میفته؟ وقتی هوا گرمه ما تسریع کننده گیرشمون تسریع میشه، کاراییمون کم میشه، سرعت آبگیریمون میره بالا، تبخیر آب سریع اتفاق میفته و کیفیتمون میاد پایین و این اتفاقات که میفته باعث میشه که مقاومتمون چی بشه؟ کم بشه. پس توی هوای گرم اتفاقی که میفته اینه که شما باید حتما کنگیر کننده بزنید، چون سبب میشه که حرارت این دو تا سیمتون رو بیاره پایین و این گیرش سریع اتفاق نیفته و تبخیر زود اتفاق نیفته و مقاومتتون بهتر بشه. اما دمای بالاتر گفته چه اتفاقاتی رو ایجاد میده؟ گفته که این دو تا سیمتون سریعتر انجام میشه و بتونتون هم چیز سریع خودشو میگیره. یعنی شما حتما اینم باز اینجا در نظر بگیرید که وقتی که هوا گرمه اون زمانی که ما انگار برای گیرش اولیه سیمان یا بتون در نظر میگرفتیم مثلا 45 دقیقه، 1 ساعت یا 2 ساعت، در هوای گرم این میزان کمتره و برعکسش تو هوای سرد این میزان بیشتره. یعنی شما میتونید با اینکه مثلا زمان گیرشتون فرض کنید 90 دقیقه، میتونید بتونتون رو توی 100 دقیقه هم بریزید. نیاز نیست که بتون رو مرجوع کنید برگردونید. یعنی اون زمان هوای سرد این اتفاق براتون میفته. اما چیزی که گفته وقتی گیرش سریع باشه هیدراتاسیون سریع‌تره، مقاومت اولیه‌اش سخت‌تره، اما مقاومت آخر چی؟ کمتر اتفاق میفته. بعد حالا گفته اگر دما بالا باشه رطوبت نسبی هم چی باشه؟ پایین باشه. گفته افت کارایی داریم، جمع شدگی پلاستیک داریم، ترک های سطحی داریم، بعد تبخیر سریع هم چی؟ از آب اختلاط داریم. حالا اینها چه اتفاق میفته؟ توی بتون ریزی های حجیم این دمای بالا خیلی تعیین کننده یه. بعد سرد شدن بتون سبب ایجاد تنش‌های کششی میشه و موجب ترک خوردگی حرارتی. حالا این چه اتفاق میفته؟ وقتی شما بتونتون میره بالا، مقاومت میره بالا، ما از اینگاه تو بتون ریزی های حجیم لوله از داخل بتون ها رد میکنیم و اون محدوده ها رو سعی میکنیم هوا دماشو بیاره پایین. اون دما آوردن پایین یعنی که تو اون نقاط داریم بتون رو چکار میکنیم؟ سرد میکنیم دیگه. وقتی سرد میکنیم ایجاد چی ایجاد میشه؟ تنش کششی. و تنش کششی بشه اون نزدیکای اون لوله میتونه ترک های زیادی ایجاد بشه. بعد توی دماهای بالا باید گفته که حباب کمتر ایجاد میشه و شاید باعث میشه که انگار اگر باز حبابش کمتر ایجاد بشه دوامش باید بیاد چی؟ پایین تر و مصرف بیشتره ماده افزودنی رو به دنبال داره. حالا بتون توی دماهای بالاتر منبسط میشه، بعد فضای خالی بتون بیشتر میشه و مقاومت باعث میشه چی؟ کاهش میشه. اومده گفته دمای هوای گرم چیه؟ گفته هر ترکیبی که باعث میشه نرخ خوش شدن یا تبخیر یا کاهش رطوبت بره بالا و کاهش نرخ هیدراتاسیون رو داشته باشید که اینا برمیگرده به دمای بالای محیط، دمای بالای بتون، کم بودن رطوبت نسبی هوا. چرا دمای بالای بتون چه کاربردی داره با دمای بالای محیط؟ چه فرقی با هم میکنه؟
آیا یکی نیست؟ میتونه دمای محیط بالا نباشه اما بتون ریزیتون حجیم باشه، میشه دمای بتون میره بالا. میتونه معکوس باشه، دمای محیط بالا باشه، بتون ریزیتون حجیم نباشه. بازم اینجا شرایط انگار هوای گرم تعریف میشه و اینکه رطوبت محیط خیلی کم باشه یا سرعت وزش باد داشته باشه. اگه وزش باد باشه یعنی که سبب میشه که شما اگر تو یک پیرهن رو توی باد بذارید سریع خوش میشه. بتون هم همین اتفاق رو میفته، یعنی خود سرعت وزش باد میتونه این هوای گرم برای ما پیاده بشه. به این خاطر تو محیط هایی که وزش باد سریع دارید باید شرایط طراحیتون رو هوای گرم در نظر بگیرید. خب بعد گفته باز اثرات قبلا فکر همینا رو گذاشته دیگه، گفته هیدراتیسیون میره بالا، سرعت تبخیر میره بالا، فرصتی برای انگار پرداخت وجود نداره. بعد بزرگترین مشکلش اینه گیرش سریع داره، گیرش سریع داشته باشه کارایش کم میشه. بعد بخواید باز کارایی رو اضافه کنید باید آب مصرفی میره بالا، آب بره بالا مقاومت میاد پایین، مقاومت بیاد پایین و آب بره بالا نفوذ پذیری چی میشه؟ افزایش پیدا میکنه. زمانی که کاهش زمان گیرش هم که داره. خب باز گفته باعث کاهش دوام میشه اگر بتون ریزیتون تو محیط گرم باشه، خوردگی سریعتر انجام میشه. بعد باز مشکلات عمل آوری رو دارید، در نهایت هم باعث میشه که ترک خوردگی و کاهش مقاومت نهایی رو به دنبال خواهد داشت. حالا برای اینکه ما بخوایم یک بتونی رو توی هوای گرم اجرا کنیم، راههایی که میتونیم پیاده کنیم که این دما خیلی نره بالا به صورت چی؟ پیش سرمایشه. که برای پیش سرمایش انگار باید اول مطالعات محلی آب و هوای منطقه رو داشته باشید که ببینید دمای هوا چقدره، حد اکثرش یه میزان بارندگیش، شدت وزش باد، بعد شدت تابش خورشید، ضریب انعکاس، فشار بخار آب و انگار کلن محیط رو باید شناخت کامل داشته باشید که بعد با اساس اون بیاین ببینید که آب از کجا میتونید تامین کنید، یخ چطوری میتونید تهیه کنید، چطوری میتونید سنگاتون رو فرض کنید با نیتروژن سرد کنید یا روی سنگا بیاین پارچه بکشید که گرم نشه. کارهایی که به طریقی که قبل از اینکه بتون تولید بشه تمام مواد اولیه رو سرد کنید که خود اونا حداقل گرم نباشه که باز با اون گرمای هیدراتاسیون اوور دیزاین نشه. آگان مواده گفته دیگه مواد سرمازا بدن، مانند نیتروژن بذارید، بعد نگاه وسایل و مسائلتون رو جایی بذارید که خیلی گرما بهشون نخوره. باز گفته افراد متخصص استفاده کنید، بعد از یخ استفاده کنید، دو ماشینالات خاصی استفاده کنید و از همه مهمتر اینه که این کاری که میخواید بیانید توجیه اقتصادی اصلا داره یا نه، یا قیمت بتونتون خیلی میبره بالا. اینها عواملی که حتما باید استفاده کنید. حتی توی این قسمت توی گرمای زیاد که داریم مواد پوزولانی که گفته بودیم مانند جی جی بی اس، فلیانش، اینها باعث میشه که از میزان سیمان چی بشه؟ کاسته بشه. از میزان سیمان کاسته بشه انگار هر هیدراتاسیون رو دارید شما چکار میکنید؟ کم میکنید. این هم یکی از راههایی که میتونید، یعنی شاید ما تو خیلی از پروژه های بتون‌ریزی حجیم حتما از این سربالاهای کوره فولاد و فلیانش و جی جی بی اس و اینا استفاده میکنند به خاطر اینکه این شاید مقرون‌ترین به صرفه‌ترین راهیه که میتونه دمای هیدراتاسیون رو بیاره پایین برام. این هم باز اقنامات اجرایی گفته که چیکاری بکنید، سیمان کی بیاد،
مساله که بیاد چطوری آیت بندی بشه که توی پروژه که میخواد اجرا بشه خیلی دماش بالا نره. باز اومده گفته که اگه میخوای پیش سرمایش انجام بدین با گونی ببندین، بعد رنگ‌های سفید بزنید به میکسراتون، اینا باعث میشه که خیلی دما نره بالا. گفته آب مجموعه رو میتونید تا جایی که میتونید سرد کنید، باز اینا همه قیمت پروژه‌تون رو میبره بالا. گفته اگه آب رو سرد کنید راحت تر از سنگدونه و سیمانه. این هم انگار اومده میزان کاهش دمای بتون رو با میزان آب دماهای مختلف با هم مقایسه کرده. یعنی چطور؟ یعنی گفته آب 16 درجه، 21 درجه، 27 درجه، 32، 40. گفته اگر این فکر کنم میزان آب باشه و مثلا فرض کنیم توی 140 لیتر این اگه 16 درجه باشه، حدودا دمای بتونتون رو مثلا 2.5 درجه یا 3 درجه چی کم میکنه. اگر مثلا آب 40 درجه باشه با چی 140 تا، حدودا باید 8 درجه آب بتون رو کم بکنه. این با دمای 5 درجه، این باید با یخ. با یخ اگه نگاه کنیم تمام نمودارا نزدیک به همه و این میزان، خب این فکر کنم میزان آب 5 درجه، این میزان یخیه که انگار باید توی پروژه استفاده کنیم تا اون آبا کم بشه. باز مساله سنگی رو اومده گفته کم کنید، که گفتم با نیتروژن کم میشه یا جای سرپوشیده استفاده کنید. دمیدن هوای سرد میتونه به بتون باشه، به سنگدونه باشه. باز نرخ تبخیر اینها بستگی به اون سرعت باد داره، رطوبت داره، دماهای محیطتون داره. حالا این شکل چی میگه؟ این بحث سرعت، این بحث دمای بتونه به فارنهایت، این بحث رطوبت متناظر، یعنی رطوبت اینگار میشه گفت درصدی نسبت به پایه، بعد این هوای محیطه، این هم میزان تبخیره. خب حالا فرض کنید که روی اینها چی نوشته؟ 27، 32، 38، 100، 90، 80، این هم که چی؟ دما. خب استفاده از این خودش پروژه اینه. اومده گفته از دمای، اگه هوا چند باشه فرض کنید 17، از 17 اومده بالا، اومده روی انگار رطوبت 50 در 50، از روی رطوبت 50 رفته این طرف، اینجا اومده چی دو چند داده؟ ده. آن اینه که دهه؟ خب این ده نگار دمای بتونه به فارنهایت. آره یا نه؟ داخل پرانتزش فارنهایته، بیرونش سانتیگراد. گفته اگر هوا اینقدر باشه بتونه میشه چند؟ ده. آره یا نه؟ بتونه ده نمیشه، بتونه 21. درست میگم؟ پس اگر دمای محیط 17 باشه دمای بتون چند میشه؟ چرا بیشتر میشه؟ یه دوتا سیوم بیشتر. از اونجا باز اومده پایین، باز گفته آقا این سرعت بیرون کیلومتر بر ساعته، داخل چی؟ مایله ها. و از اینجا باز اومده گفته میزان سرعت باد چقدر میتونه باشه و بر اساس سرعت بادی که دارید وقت ریت تبخیر رو بهتون میده.
بعد از گرما میریم توی چی؟ سرما. در شرایط آب و هوایی سرد چه مشکلاتی برامون داره؟ اینه که تو بتونه تازمون چی؟ یخ میزنه. حالا که یخ میزنه گیرشمون هنوز اتفاق نیفتاده، کامل نشده، آب اختلاط تبدیل به چی میشه؟ یخ میشه. حجم بتون میره چی؟ بالا. مقاومت بتون میشه چی؟ پایین. بعد ترک ها زیاد میشه و خمیر سیمان یا ژل سیمان خیلی اون خاصیت چسبندگیشو نمیتونه اعمال کنه و چند چسب خیلی خوبی نخواهید داشت. ضد یخ مقاومت میاره پایین. ضد یخ کاری که میکنه اینه که نمیذاره آب یخ بزنه، یعنی دقیقا میفته کجا؟ انگار آب اختلاط یخ نمیزنه. آب هست، میتونه تو اون حالت هیدراتاسیون واکنش بده. اما سوال اینه که حالا با اینکه آب یخ نزده با اونم واکنش میده، آیا به اون مقاومتی که میخواد به دست میاد؟ اینو باید ببینید تو دماها، ببینید تاثیر دماها بر بتون چیه. ما بهترین حالتی که مثلا بتونمون یخ نزنه، آب بتونمون یخ نزنه که ضد یخ میریزیم. آب یخ نمیزنه. اما میدید که اصلا با همین که آب یخ نمیزنه دمای محیط پایینه. آیا بتون ریزی تو دمای محیط پایین مقاومتی که بتون میده چقدره؟ داشتیم فکر کنم تو نمودارا که مثلا تو دمای 21 درجه چقدره، تو دمای مثلا 7 درجه چقدره، تو دمای 0 درجه، 4 درجه، 25 درجه. بهترین دمایی که بتون ریزی میکنه که مقاومتتون ایدار میده بودن 21 درجه تا 25 درجه. هرچی میاد پایین تر مقاومت میاد چی؟ کمتر میشه. بالا هم میره بتون مقاومتش خرابتر میشه. خب این که الان مواد اولش قبل سرد میکنیم و یا هوای سرد میزنیم بچیز، همین که دمو پایین باشه خودش باید مقاومت رو بره بالا باشه. نه، ما اونجا اونا رو داریم میاریم از دمای خیلی گرم داریم میاریم به دمای نرمال. این نیست که فرض کنیم مثلا اونو میاریم یخ یخ میکنیم. ما وقتی اینا رو یخ یخ میکنیم تا میخوایم تو پروژه استفاده کنیم میشه 21 درجه. این نیست که مثلا ما اونجا بیاریم همش یخ یخ باشه. یعنی در اولی فرصتی که آزادش میکنیم چون دمای محیط بالاست سریع به اون دما میرسیم. و بعد که یخ میزنه باز نشته حجمش میره بالا، حجمش میره بالا اتفاقات کاهش مقاومت رو خواهیم داشت. بعد گفته همون ذوب شدن یخ بعد مقاومت میاره پایین. بعد انبساط ها وجود داره. انبساط ها وقتی که اتفاق میفته اون افزایش ایجاد میشه. وقتی که یخ آب میشه اون انگار بتون دیگه بند نمیگرده به حالت قبلیش و مقاومت همچنان پایین میمونه. نکته دیگه که داره اینجا مقداری گفته باید از این یخ ها میتونه توی اون حفره های کوچک قرار بگیره. اون میزان کمه میتونه افزایش مقاومت داشته باشه برامون. باید اونم اگه به مرور که آب بشه چی خراب بشه. تازگی یک سری اومدن با میکروسیریز کپسول درست میکنن به نام بتون های خود ترمیم شونده. بتون های خود ترمیم شونده چطوریه؟ ما میکروسیریز رو داریم، آب میره داخل این دور میکروسیریس ها رو میگیره و حالا دو حالت داره. یک بار میکروسیریس میتونه آب رو داخلش بگیره، یک بار اون. و با کوچکترین فشاری که میفته اون کپسوله میترکه و باعث انگار خود ترمیمی بتون میشه. اینها روش هاییه که میتونه باعث بهبود دوام بتون بشه. اما خود به خود یخ در هر زمانی که باشه اگه آب بشه و افزایش حجمش بیاد پایین باید میشه که مقاومتتون کم بشه. سنی که بتون بعد از اون دیگه انگار یخزدگی خیلی تاثیرش نداشته باشه. نکته‌ای که اینجا اشاره کرده اینه که گفته دماهایی که پیشنهاد میشه که بتون ریزی بکنید چقدره. آقای مینیمم تمپریچری تو هوای نورمال، خب گفته 21 درجه، 18 درجه، 16 درجه.
ما چیزی به عنوان اصلا این که بیای زیر صفر و اینا وجود نداره. یعنی ما حتی همینا رو میگیم سم. خب باز اینجا اومده گفته ماکسیمم تمپریچر باید چقدر باشه؟ اینا توی استامپ های مختلف فکر میکنم گذاشته. آره؟ نه انگار اون زخامتیه که شما میخواییم بتون ریزی بکنیم. زخامت ها هم باز توی این دماها تأثیر داره چون میتونه یک مقدار اون انگار این مثلا بتون ریزی حجیم در نظر بگیریم. ممکن اینجا چند اینچه؟ 12 اینچه. 12 اینچ باید حتما دماش چی باشه ماکسیموم؟ اما توی اینجا گفته 12 تا 36 اگه 22 درجه باشه اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ چون خود اون حراره دو تا سوله میتونه اون رو چکار کنه؟ جبران کنه. و هرچی میریم جلوتر توی 72 اینچ با دمای 11 درجه مشکلی نداره. این ماکسیموم دماییه. خب؟ باز از این برم اومده گفته که چی؟ مینیموم دما. باز این برش هم باز داره که شرایط چی؟ ایر تمپریچر چی باشه؟ این کانکی تمپریچر، این ایر تمپریچر. ممکن باید اینجا 7، اینجا 13، اینا برمیگرده به این قسمت. و اینکه بتون خیلی ما چیزی به عنوان مثلا ضد یخ که تو ایران رواج دارن استفاده میکنن که انگار آب یخ نزن و اینا، درسته. این نمیتونم بگم که 100% اشتباهه، اما اینکه چقدر میتونه باعث جلوگیری از کاهش مقاومتتون بشه، حتما باید اون جنس یخ ضد یخ رو چک کنید قبلش. اینکه همینجوری برید در یک مغازه یک ضد یخ بگیرید برید بریزید، نمیتونه تضمین کننده این باشه که مقاومتتون هیچ جا به جا نشه. بعد باز توی هوای سرد چون زمان گیرش به تأخیر میفته، قالب برداریتون، بارگذاری پروژه‌تون باید با تأخیر انجام بشه. این نباشه که مثلا با همون دمای عادی باید برید قالب برداری کنید و بارگذاری کنید پروژه. تو هوای سرد اون زمان گیرشه به تأخیر میفته. اینه فوق روان کننده ها، یادتونه گفتم فوق روان کننده ها میزنید زمان گیرش رو به تأخیر میبوده. اینجا هم این اتفاق میفته. نکته ای که وجود داره، اگه مساله سنگیتون سبک باشه، یعنی مساله سنگی عادی نباشه، مثلا برای بتون های سبک اینجا باشه، گفته اینجا میتونه از زمان حداقل کمتری استفاده کرد و بتونتون رو چی؟ نگهداری کنید. بعد باز برای حالاتی که بتون ریزی با حباب هوا دارید، اونم انگار توی جدول اومده بهتون نشون دادم. نمیدونم قبلن حباب هوا رو برای جداول میدانن. این هم اینجا جدول اشاره نکرده کجاست و این باعث میشه که اون دوره که قراره مثلا اون جداول یا اون بتونه استفاده بشه، اون حباب‌های هوایی توی بتون باعث میشه که انگار بتونتون یخ زده نشه و فضای خالی داشته باشه که اگر آبی داخل بتون رفت و یخ زد، زمان داشته باشه که اون تنش‌هایی که مثلا توی کربوناتاسیون توی خوردگی اینا گفتیم افزایش حجم میده، اینجا افزایش حجم نده و داخل اون حباب‌ها احاطه بشه و میشه باید چی که طول خدمت دهی انگار بتونتون رو افزایش بده. پیشنهاد داده انگار چند روزه باشه برای قالب برداری و شمع گذاری و اینا. گفته توی 28 روزه 21 تا 34 مگاپاسکال ارائه میشه. باز اومده پیشنهاد داده که از ماده چی استفاده کنید؟ تونگیر استفاده کنید. گفته از یک مخلوط چی استفاده کنید؟ پر عیار داره نسبت آب سیمان کم باشه. یعنی اینجا این قبلی که گفتم تو هوای کم شما فلیش و جی جی بی اس و اینا بزنید، اینجا چی کار میکنید؟ نباید اصلا بزنید و تا میتونید دمای خود بتونتون بره بالا. بس برای اینکه دماتون بره بالا باید از سیمان مقاومت مثلا 525 استفاده کنید.
بعد تندگیرم بزنیم، بعد فریش رو این هم استفاده نکنید، آب به سیمانتونم پایین باشه. همه اینا رو رعایت کنید، حدوداً اون مقاومت بتونه میره بالا، مقاومت بتونه بالا میره. حالا اگه یک کم هم داده مثلا باعث این کاهش نما باعث کاهش مقاومت بشه، خود افزایش اینها میتونه اون کاهش مقاومت رو جبران کنه. و در نهایت بعد به اون دمای 7 تا 21 درجه برسید. یعنی ما شاید توی 7 تا 21 درجه چیزی اصلا به عنوان ضد یخ کاربردی نداره. بعد باز مثلا تو هوای سرد میتونید آبتون رو گرم کنید. گفته آب از این دمای 90 بیشتر باشه. بعد از مستقیم آب داغ استفاده، مستقیم آب داغ توی بتون جلوگیری کنید. اینها باعث میشه که کل اون سیستمتون رو به هم بریزه و گیرش آنی برای سیمانتون ایجاد کنه. اینها باعث میشه که اگه رعایت کنید حداقل توی هوای سرد یک دفعه که این مقاومت رو از دست ندید. هوای سرد هوایی نیست، منظورتون روش که همتون هوای ضد یخی ها. هوای سرد یعنی اون دمای بین چی؟ 7 درجه به بالا. بعد باز گفته مسئله سنگین هم میتونید تا 52 درجه با بخار چکار کنید؟ گرم کنید. این هم نحوه گرماش و مواصبات میزان یخی که لازم داره. اگر بخوام کلی بگم، یعنی بحث گرما سرمایی که ما مد نظر میده با گرما سرمایی که استانداردهای امریکا و انگلیس میگن خیلی متفاوته. ما از سرما توقع می‌کنیم که یخ باشه. واقعا شرایط بتون‌ریزی در یخ و اینا کلن فرق می‌کنه با بتون‌ریزی در شرایط که کشور ما داره. اما واقعیت اینه که دماها مثلا از اون 21 درجه 28 درجه بیاد پایین، دیگه شما اون مقاومت اولیه رو که مد نظر بوده که طراحی کردیم با اون افزایش مرحله صفرتون به دست نخواهید بازم کنید. یعنی شما میدین همه تعمیدات رو ایجاد میکنید، اما مثلا سر پروژه دمای محیط مثلا امروز ریختیم مثلا هفته 4-5 روز بعد اومده مقاومت دماتون حسابی جا به جا شد، اونجا واقعا دیگه دست شاید شما هم نباشه. اما باید حتما با گونی با شرطی اون کاهش دما رو جبران کنید. اما اینکه برید توی مثلا واقعا سرما یخ بتون ریزی بکنید و تعمیداتی از قبل چک شده پیاده نکنید، کار شاید اصلا درستی نباشه. این هم دیگه نکته دیگه داره. نکته بعدی باز بحث بتونه حجیم بود که گفتم باید از کنگیرها استفاده کنید، بعد فریش و اینها استفاده کنید. باز توی این مسئله نکته‌ای که وجود داشته تو مسئله سنگی گفته اگه تیز گوشه باشه بهتره تا گرد گوشه باشه. یعنی شاید مثلا تو بتونه عادی شما گرد گوشه هم استفاده کنید، حتما ما تو بتونه حجیم که میخواین استفاده کنید حتما از تیز گوشه استفاده کنید، چون ظرفیت های کنش های کششیتون رو میبره بالا. چون ما توی این قسمتی که داشتیم این افزایش دمایه باعث ایجاد ترک‌های کششیش بیشتر. بعد باز گفته سنگدونای سبک باز بهتر از حتی تیزگوشه هاست. گفته از سیمان استفاده کنید که حرارتزاییش این سیمان عادی بالا نباشه. برای این کار حتما اون مواد پوزولانی میتونه چی؟ باعث کاهشش بشه. ما یک سری مواد پوزولانی مثلا نانو سیلیس و میکرو سیلیس اینا هم داریم، اونا باعث افزایش میشه. فقط فریش و جی جی بی اس باعث چی؟ کاهش میشه. بعد باز گفته ضد سولفات استفاده کنید. همون سوارهای کورهای آهن رو گفتم، خاکستر بادیش رو اینجا اشاره کرده. توی خاکستر بادی و جی جی بی اس اینو مد نظر قرار دیم که مقاومت 28 روزتون با حالتی که سیمان تنها دارید یک سال نیست، معمولا در این حالت مقاومت 56 روزه
با 28 روزتون برابری میکنه. ممنونم. شبه که خوب و خوش باشید و تندرست باشید.